درود بر شما. 31 اردیبهشت ماه 1400 خورشیدی و 21 می 2021 میلادی. در صفحه آخر امشب به مهندسی انتخابات ریاست جمهوری 1400 میپردازیم. پرده آخرم آخر برنامه. قبل از هر چیزی ببینیم اعضای شورای نگهبان کیان که در اجرای منویات رهبر معظم چند تا نامزد ریاست جمهوری انتخاب میکنن، به مردم میگن بیاین به اینا که ما تایید میکنیم رأی بدیم. اعضای شورای نگهبان 12 نفرن، 6 تاشونو میگن فقهای شورای نگهبان که مستقیم رهبر بهشون حکم میده که بشن عضو شورای نگهبان، یعنی رئیس مستقیمشون رهبره که باید فقط به او گزارش بدن. بیشترشون 3 تاشون 3 نفرشون عضو مجلس خبرگان رهبری هم هستن، یعنی هم باید بر انتخابات نظارت داشته باشن هم بر رفتار و سکنات رهبر. اون بقیهشون که نیستن، 2 تاشون البته سال 94 رای نیاوردن که نشدن، حالا از منصوبان رهبر تو مجلس خبرگانشون رای نیاوردن. باری 6 تا دیگرشون هم که ردیف دوم داریم میبینین بهشون میگن اعضای حقوقدان شورای نگهبان، ردیف زیر اون 6 نفر فقیه شورای نگهبان که بهشون میگن اساره تقوا. این 6 تا حقوقدان رو رئیس قوه قضاییه که رهبر تعیین کرده، این 6 نفر رو معرفی میکنه به مجلس که نمایندگان مجلس همین شورای نگهبان نمایندگان مجلس رو تایید میکنه دیگه که بشن نماینده. بعد مجلس بیاد این 6 تا حقوقدان رو تایید بکنه و تازه رئیس قوه قضاییه عمرن بدون نظر رهبر اعضای حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی بکنه. میدونیم دیگه. بعد مجلس مثلا بهشون رأی میده و اینجوری این 12 تا در واقع با انتخاب رهبر میشن عضو شورای نگهبان. این مردم سالاری دینی اینجوریه. دبیر شورای نگهبان احمد جنتی است که رئیس مجلس خبرگان رهبری هم هست. مجلس خبرگان وظیفش انتخاب رهبر و برکناری رهبر بر اساس اصل 100 و اصل 5 و اصل 109 قانون اساسیشون. اصل 5 میگوید در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است. همینا در اصل 109 قانون اساسی هم تکرار شده. اصل 109 شرایط و صفات رهبر: 1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء فتوا دادن در ابواب مختلف فقه. 2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. 3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. این فقیهی که میشه رهبر، اگر یکی از این صفاتو که عرض کردم در اصل 109 قانون اساسی آمده از دست بده، بنابر تصریح شورای نگهبان فقیه اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم برخلاف بردارد، ولایت ندارد. یکی از دروغای گنده ولی فقیه و محض یادآوری بشنویم و بگذاریم. شورای نگهبان چشم بینای نظام برای انتخابات است. در همه دنیا هم یه چنین چیزی وجود داره، حالا اسمش چیز دیگه است، اینجا اسمش شورای نگهبان است. مراقبن ببینن اون کسی که وارد میدان انتخابات می شود، نامزد انتخابات می شود، آیا صلاحیت دارد یا نه. باید احراز کنن صلاحیت را. شورای نگهبانی که ولی فقیه زمان می‌فرمایند در کشورهای دیگه به اسم دیگه هست، دیوان عالی کشور یا شورای قانون اساسی است که هیچ ربطی به انتخابات نداره، هیچ ربطی. حتی شورای نگهبان خامنه‌ای هم که آمده این حرفای آقا رو توضیح بده بنا به وظیفه در وبسایتش در مطالب متعددی که منتشر کرده، یک نمونه حتی نتونسته بیاره که مشابه شورای نگهبان در یک کشور حتی در دنیا باشد. بزنین نمونه بیارم برای مثال برای و مستند کردن موضوع.
در بند دوم از وبسایت شورای نگهبان دارم میخونم. در بند دوم ماده 6 قانون اساسی آمریکا آمده است قانون اساسی و قوانین ایالات متحده آمریکا که طبق قانون اساسی تدوین خواهد شد و تمام معاهداتی که منعقد شده و یا در آینده به موجب اختیارات و حکومت فدرال منعقد می شود بر کلیه قوانین این سرزمین حاکمیت دارد و قضات تمام ایالات مکلف به رعایت آن هستند. طبق تفسیری که از این ماده شده، قضات دیوان عالی قوانین مصوب کنگره را با قانون اساسی تطبیق می‌دهند و همچنین اینا مال شورای نگهبان دارم براتون می‌خونم، شورای نگهبان جمهوری اسلامی. و همچنین مطابقت قوانین اساسی و قوانین عادی ایالات متحده را با قانون اساسی و قوانین عادی دولت فدرال کنترل و نظارت می‌کنند. امروز قوه قضاییه در آمریکا نهاد بلا منازع حافظ قانون اساسی است. از موارد دیگر شیوه کنترل قوانین به وسیله دستگاه قضایی می توان به دیوان قانون اساسی در ترکیه و هند، دیوان عالی در ژاپن، لیبی، نیجر، دادگاه قانون اساسی در آلمان، روسیه، بلغارستان، اتریش، اسپانیا و کره جنوبی و دادگاه عالی قانون اساسی در سوریه، دیوان قانون اساسی در ایتالیا و محکمه النقد در مصر اشاره کرد که کم و بیش اختیارات مشابهی دارند. کدوم اختیارات مشابه؟ دو تا وظیفه اصلی داره شورای نگهبان. یک، تطبیق قوانین، قوانینی که مجلس تصویب میکنه، مجلس شورای اسلامی یعنی قوه قانون گذاری با قانون اساسی و شرع. البته حالا ما شرعش رو فاکتور میگیریم. این وظیفه همون وظیفه است که دادگاه قانون اساسی، نمیدونم دیوان عالی، اسامی که براتون خونم، در تمام کشورهای دیگه هست، تقریبا تمام کشورهای دیگه هست. وظیفه انطباق قوانین با قانون اساسی. بله، به این دلیله که آقای امام خامنه‌ای میاد میگه شورای نگهبان ما شبیهش رو به جای دیگه داریم. تا اینجا شبیهش هست، ولی اصل اون چیزی که ما از شورای نگهبان میبینیم و مردم رو، بخش اعظمش رو در مقابل حاکمیت قرار میده، رد و تایید صلاحیت هست. اصلا هم چیزی وجود نداره تو دادگاه قانون اساسی، تو نمیدونم دیوان عالی، تو تمام نمونه‌هایی که در کشورهای دیگه خوندم و وبسایت خود شورای نگهبان هم اشتباه رو آورد. من عمدن از رسانه خودشون میخونم تا بگم حتی خودشون هم نمیتونن با هیچ کلا شرعی، هیچ توضیح آخوندی تایید و رد صلاحیت نامزدهای نهادهای انتخابی رو تو کشورهای دیگه نشون بدن. بارها خامنه ای این دروغو که تو همه کشورهای این نهاد رد و تایید صلاحیت هست رو میگه، چون نمیخواد یه وقت مفهوم دموکراتیک انتخابات مطرح بشه که بر پایه شناخت مردم از برنامه‌های انتخاباتی است که احزاب متعدد سیاسی در یک کشور مطرح میکنن، تبلیغ میکنن، سرش بحث میکنن در رسانه‌های عمومی. در یک مبارزه درون حزبی از دو سه سال قبل میان نماینده هاشون رو به مردم معرفی میکنن و اونا احزابی که یا هستن یا تشکیل میشن بدون مجوز خانه احزاب و اینا ها، و اونا بدون اینکه شورای نگهبانی در کار باشد، اون افرادی که مردم معرفی شدن توسط خود احزاب و بر اساس برنامه‌ای که مردم فهمیدن، اینا میان خودشون نامزد ریاست جمهوری یا هر نهاد انتخابی دیگه میکنن. احزاب سیاسی متعددی که عرض کردم هستن یا تشکیل میشن، معمولا در مثلا یک دو سال سه سال قبل از انتخابات باز تشکیل هم میشن. شایسته ترین هاشون رو معرفی میکنن به مردم، نه اینکه شورای نگهبانی باشد که برگزیده هاشون رو معرفی کنه به مردم. این چه دروغ حق بازانه است که بارها رهبر معظم گفته و از نابشم همیشه براش صلوات فرستادم. فقیه اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم برخلاف بگذارد، ولایت ندارد. و ایشون طبق تفسیر اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، حتی اگر یه دروغ بگه شرایط رهبری رو از دست میده و مجلس خبرگان رهبری بر طبق اصل 111 قانون اساسی باید برکنارش کنه و یکی دیگر رو به عنوان رهبر انتخاب کنه. تفسیر شورای نگهبان دیگه. ببینین اصل 111 هم میگه هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 که براتون خوندم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، که یادتون بیاد من خون گری باید کرد برای بر ملتی که من رهبرشون باید باشم، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر بر عهده خبرگان مذکور در اصل 108 است که همین خبرگان.
حالا ببینین چجوری همین اصول قانون اساسی خودشونو مبتذل میکنن. نسخه مبتذل همین اصل 111 هم که مربوط به وظیفه مجلس خبرگانه رو الان بشنوید از رئیس مجلس خبرگان حضرت آیت الله جنتی. وظیفه خبرگان چیه؟ خبرگان نه که این ولایت را حفظ بکنه، از این ولایت دفاع بکنه، مواضع این ولایت را کاملا بتوانه رعایت بکنه، پیاده بکنه. ما در صفحه اول باید باشیم. این وظیفه همه مسلمانای این مملکته، همه شیعیان علی بن ابی طالبه، همه مردم این مملکته، همه باید این کار رو بکنن. ولی یه امره، اطاعتش واجبه. ولی اولویت و علما و خبرگان عزیزه. خب ما باید این کار چه بکنیم؟ ما باید مرتب ببینیم که ایشون مواضع سیاسیش چیه، مواضع اجتماعیش چیه، در مقابل دشمن چه موضعی داره، در مقابل دوست چه موضعی داره، در مقابل آمریکا چه موضعی داره. همون مواضع رو هم ما خودمون داشته باشیم، هم به دیگران هم بفهمونیم که موضع همینه، موضع حق همینه، هر چی غیر از این باشه ضلالته. ایشون رئیس خبرگان رهبری هستند که میگن وظیفه مجلس خبرگان اینه. وظیفه مجلس خبرگان در اصل 111 قانون اساسی نسب و عزل رهبر. کو؟ میگم ابتذال قانون اساسی دست خود همه آخونده هست. قانون اساسی خودشون حتی. کارشون همیشه این بوده که در شورای نگهبان مردم از نامزد شدن محروم بکنن، از تعیین سرنوشت خودشون محروم بکنن، در مجلس خبرگان خامنه ای رو به عنوان رهبر تایید بکنن. احمد جنتی 95 ساله، ایشون متولد 1305 هن. در اصفهان 42 سال پیش، یعنی از اسفند 58 که با حکم خمینی شد عضو شورای نگهبان، همچنان در این شوراست. 29 سال دبیر و همه کاره شورای نگهبان از سال 1371. سمت های دیگرش همزمان با دبیری شورای نگهبان: رئیس مجلس خبرگان رهبری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، فلان فلان فلان. آیت الله جنتی 28 اردیبهشت 1400، همین چند روز پیش، درباره معیار تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری گفتند: مردم شریف بدانند بار سنگینی را بر دوش داریم. بررسی فردی که صلاحیت آن تأیید می شود به این معناست که فردی متدین است و واجبات شرعی را انجام می دهد و دست به گناه نمی زند. یعنی کسی که ما تاییدش میکنیم معصومه. ببینیم استاد جنتی چند نفر رو به 14 معصوم اضافه میکنه، البته افسون بر خودش. واقعا چی بگم؟ فقیه دیگر عضو شورای نگهبان آیت الله سید ممرضا مدرسی یزدی، تاریخ و محل تولد 1334 یزد، عضو جامعه مدرسین حوزه علمی قوم و عضو هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان، از افتخارات او این است که به برخی فتواها همچون تساوی دیه زن و مرد و همچنین ادعای جایز بودن نقد معصوم واکنش نشان داده و آنها را مخالف قرآن و روایات شمرده است. دیه زن و مرد، و یه موقع آیت الله ثانی فتوا داد که باید مساوی بشه، این اومد حمله کرد آقا این مخالف قرآن فلان، اینه افتخارش. یعنی از مرتجع ترین آخوندهای موجود در بین صاحبان فتوا. از سال 1383 عضو فقهای شورای نگهبان. سال 94 من توضیح بدم، راستی توی اون فیلمی که دیدین، از ویدیویی که دیدین، از آیت الله جنتی داشت وظایف شورای مجلس خبرگان رهبری رو توضیح میداد، عکس سید حسن خمینی هم بود، سید حسن خمینی هم اونجا نشسته بود. سید حسن خمینی عضو فقهای شورای، عضو مجلس خبرگان نیست، صلاحیتش همیشه رد شده، لااقل در این اون دوره و این دوره، اصلا این دوره که بهش گفتن نرو، و دوره سال 94 هم رد شد. اون سید حسن که نشسته اون ته،
نیست. اونجا به خاطر اینکه اعضای مجلس خبرگان رهبری جمع شده بودن برای اینکه تجدید بیعت بکنن با رهبر انقلاب و اینا، حالا خب سید حسن هم همیشه تو این تجدید بیعت ها همیشه همه جا حضور داره. حالا سال 94 داشتم درباره مدرسه یزدی عرض میکردم خدمتتون. سال 94 همین مدرسه یزدی عضو فقهای شورای نگهبان و شرکاش در شورای نگهبان صلاحیت همین سید حسن خمینی رو برای انتخابات مجلس خبرگان رد کردن. بعد همین مدرسه یزدی برای مجلس خبرگان نامزد شده بود، همزمان عضو شورای نگهبان و صلاحیت رو بررسی میکرد، نامزد شده بود. کسایی که رفتن رأی دادن مثلا به نماینده های مجلس خبرگان رأی به اینم ندادن، یعنی همین مدرسه یزدی رأی نیاورد، منصوب آقا. و با قرارگیری در جایگاه 25 استان تهران از راهیابی به این مجلس باز ماند. خب خیلی بده که منصوب رهبر معظم رأی نیاره، نیاورد دیگه. بابای این آقا سید جواد مدرسی یزدی، اسم بابای همین عضو شورای فقهای شورای نگهبانه، معلم سید علی خامنه‌ای در حوزه علمی قم بود. فقیه دیگر عضو شورای نگهبان که رهبر معظم بهش حکم داده که به عنوان اساره تقوا بشینه بغل دست بقیه در جمع فقهای شورای نگهبان، شیخ صادق اردشیر لاریجانی، اسم اردشیر البته چون طاغوتیه میگن صادق آملی لاریجانی، تاریخ و محل تولد 1339 نجف، غیر از نزدیک 10 سالی که رئیس قوه قضاییه بود، در 23 سال گذشته هم تو مجلس خبرگان بوده هم عضو شورای نگهبان. از سال 1397 هم که کارش توی قوه قضاییه تموم شد، شده رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجمع تشخیص، به عنوان جایزه‌ای که از رهبر معظم دریافت کرد بابت مدیریت 10 سال فساد در قوه قضاییه زیر دستش. یکی از فسادهایی که مدیریت کرد یادتونه 63 حساب بانکی بود که با امضای شخص او میشد در تمام این سالها ازش پول دریافت کرد. سود سپرده های این حساب ها رو تا ماهانه 22 میلیارد تومان ماهانه محاسبه کردن. خبر دقیقی که نیست از میزان سپرده ها و سود سپرده این حساب های شخصی رئیس قوه قضاییه. از یه همچین موضوع مهمی توی مملکت میشه خبری نباشه؟ نیست، وجود نداره. محاسبه هایی که شد، تخمین هایی که زده شد، ماهانه سودش فقط 22 میلیارد تومان، فقط با امضای این آقا میشد پول برداشت. سپرده ها میدونید منظور وثیقه های مردمی که قوه قضاییه از محکومان یا متهمان میگیره برای آزادی موقت یا حالا هرچی. 5 سال پیش محمود صادقی که اون موقع تنها نماینده لااقل بخشی از مردم در همین مجلس شورای اسلامی بود، برای اولین بار این حساب ها رو در صحن علنی مجلس افشا کرد. کدام قانون اجازه میدهد وجوه دولتی به حساب های شخصی واریز شود؟ به ویژه این که بخش قابل توجهی از وجوه واریزی به این حساب ها متعلق به اشخاص حقیقی است، متعلق به اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات احتمالی در صندوق دادگستری واریز میشه. سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه میدهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف بکنه، این وجوه رو سپرده گذاری بکنه و سود حاصله رو تملک بکنه؟ همین فاشگویی دکتر محمود صادقی کافی بود که برای دوره بعد مجلس شورای نگهبان صلاحیتش رو رد کنه و آقا امام خامنه ای سوء استفاده صادق لاریجانی رو از ریاست بر دستگاه قضا مبارزه با فساد اعلام بفرماین و بکننش رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و برش گردونن به جمع اساره های تقوا، فقهای شورای نگهبان. و تنها کاری هم که رئیس بعدی دستگاه قضا ابراهیم رئیسی کرد این بود که اعلام کرد که تعداد این 63 حساب بانکی رو رسونده به 4 حساب و سپرده ها با بیش از 1 امضا قابل دریافته، با 2 یا 3 امضا. هم و اکبر طبری مدیر کل امور مالی و معاون اجرایی صادق لاریجانی در قوه قضاییه رو میگیرن به دلیل سوء استفاده از موقعیت، از جمله سوء استفاده از همین پولا در همین حساب ها.
بهش 20 سال زندان میدن. هیچ اسمی از رئیسش صادق لاریجانی تو پروندهش نمیره. با اینکه همین تبری رو 23 تیر 98 تو خونه رئیسش صادق لاریجانی میگیرن. با اینکه رئیسش صادق لاریجانی به شدت و علنا با طرح اتهام و بازداشت تبری مخالفت میکنه و بیانیه میده که قبلا دروغ بودن این اتهامات علیه معاون من اثبات شده. معاونش محکوم میشه تو دستگاه قضایی که دیگه صادق لاریجانی رئیسش نیست. ادله و شواهد کافی بوده که دست کم بهش 20 سال زندان بدن. کاری ندارم به کمبودها و پنهانکاری‌های پرونده. قبلا برنامه مفصل داشتیم با این موضوع، من کاری ندارم حالا الان با این کار دارم که شطور سواری دولا دولا چقدر اینا میکنن. چه جوری معاون لاریجانی علارغم مخالفت لاریجانی محکوم میشه و میره زندان طولانی مدت، اما لاریجانی که اصلا مخالف اینه که مچ معاون دزدش رو بگیرن، میشه اساره تقوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان، که بیاد رأی بده کی نماینده، کی میتونه رئیس جمهور بشه کی نشه. کی به اینا خونده اینقدر رو داده؟ همون که حکم ریاست بر مجمع تشخیص و عضویت در شورای نگهبان رو براش صادر کرده. اینا میشه یکی دیگه از فقهای شورای نگهبان که با حکم مستقیم خامنه ای هم مصلحت نظام و با ریاستش بر مجمع تشخیص میده و ابلاغ میکنه و هم در شورای نگهبان صلاحیت امثال محمود صادقی رو رد میکنه. واقعا تقوای اینا با تقوای آقای امام خامنه ای رقابت میکنه. عضو دیگر شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان، آیت الله مهدی شبزنده دار، تاریخ و محل تولد 1332 داراب، از سال 92 با حکم پیشوا شد عضو فقهای شورای نگهبان و چون بر اساس قانونشون فقهای شورای نگهبان عضو مجمع تشخیص هم به طور اتوماتیک هستن، همون سال 92 آیت الله رضوانی که عضو مجلس خبرگان بود، ببخشید عضو شورای نگهبان بود، عضو مجمع تشخیص بود، چی میگم اینا رو من قاطی کردم، عضو مجمع تشخیص بود، مرد. شب زنده دار رفت جاش نشست که قانون رعایت بشه. شب زنده دار عضو آیت الله مهدی شب زنده دار عضو هیئت امنای جامعه المصطفی است که من نمیدونم چه ربطی به شورای نگهبان داره که حضرت آقایشون رو گذاشتن جزو اساره های تقواشون. جامعه المصطفی نهاد اصلی صدور انقلاب اسلامی، به قول خودشون در 60 کشور پایگاه زده، نمایندگی داره. من متن خود توزیع جامعه المصطفی رو سایتش میکنم، میگه بازوی اصلی جمهوری اسلامی است در گسترش اسلام که به اسم مدارس اسلامی و مراکز اسلامی و اینها. میگه وظیفه اصلی جامعه المصطفی انتخاب و اعزام نفرات مستعد برای آموزش های اسلامی شیعه است. در واقع این مرکز اصلی ترین مرکز آموزش نیروهای خارجی در تشکیلات حوزوی و اعزام طلبه به کشورهای مختلف است. گسترش تروریسم. آدمی که از سال 84 در مرکز جهانی علوم اسلامی که سلف همین جامعه المصطفی بوده فعال بوده و از سال 87 همین تشکیلات با حکم خامنه ای تبدیل میشه به جامعه المصطفی و همین آقای مهدی شب زنده دار در هیئت امناش همچنان فعالیت میکنه، تو شورای نگهبان که نظارت بر انتخابات و مثلا وظیفش چی کار میکنه این آدم؟ عضو دیگه فقهای شورای نگهبان هم از جامعه المصطفی است، علیرضا عرافی، تاریخ و محل تولد 1338 میبود، دوره عضویت از تاریخ 24 تیر ماه 98 پس از رحلت مرحوم آیت الله مؤمن، عضو با سابقه شورای نگهبان و زمین خوار کلان که 22 هکتار زمین رو در بهترین جای قم از خانواده حقی غصب میکنه ایشون و به واسطه بابای لات شیخ عباس همون دوره انقلاب. گزارش مستند در بهمن 96 تو همین صفحه آخر دادم. بعد از رحلت ایشون که ایشون عضو فقهای شورای نگهبان بودن، رئیس شون یعنی رهبر معظم انقلاب در تاریخ 24 تیر ماه
98 علیرضا عرافی رو به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب کردن. 10 سال تا سال 97 عرافی رئیس جامعه مصطفی بوده، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است و مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور. همون سالی که سید حسن خمینی رو شورای نگهبان رد صلاحیت کرد، علیرضا عرافی هم تو انتخابات خبرگانشون شرکت کرد، اما رأی کافی برای ورود به مجلس خبرگان رهبری رو به دست نیاورد. یعنی این منصوب پیشوا هم اساره تقوا هم رأی نیاورد. عرافی در سال 81 با حکم پیشوا شد رئیس مرکز جهانی علوم اسلامی، از سال 87 هم شد رئیس جامعه المصطفى. جامعه المصطفى رو آمریکا به دلیل کمک به نیروی قدس در تربیت تروریست از جمله عضوگیری شبه نظامیان خارجی تحریم کرد. عضو دیگر فقهای شورای نگهبان احمد خاتمی، تاریخ و محل تولد 1339، سمنان. در تاریخ 11 آبان 1399 آیت الله محمد یزدی به علت عوارض جسمی و کهولت سن از عضویت شورای نگهبان استعفا دادند و بعد مردن و حضرت آیت الله خامنه ای آیت الله سید احمد خاتمی را به جای ایشان به عضویت شورای نگهبان منصوب کردند. آیت الله یزدی که از اول انقلاب اساره تقوا بود و عضو شورای نگهبان، همون است که لاستیک دینار مصادره کرد و چون حمیدش به قول عباس پالیستار بیکار بود، بخشی از جنگل‌های شمال را دادن بهش تا و از بین بردن جنگل و تجارت چوب مشغول باشه، اشتغال داشته باشه. احمد خاتمی که جایگزین یزدی شده، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری هم هست و داره تحت نظر رئیس مجلس خبرگان که همون برادر نوح پیامبره، همون 95 ساله، از ولی فقیه حفاظت میکنه. درباره احمد خاتمی هم یک نکته اطلاعی عرض کنم و که احتمالا نشنیدین و بگذرم. ابوالقاسم اقبالیان در کتاب حجره شماره 2 که جلدشو دارین میبینین که شامل خاطرات او از زمان جنگ است، نوشته است چند نفر از روحانیون را برای یک شب در زمان جنگ به مقر خود در اهواز میبرد، اما یکی از آن روحانیون که بسیار ترسیده بود با اصرار و التماس میگوید شما رو به خدا ما رو همین امشب برگردون. و وقتی اقبالیان پاسخ میدهد که یک شب اینجا بمانید تا بفهمید بسیجی ها چه سختی هایی را تحمل میکنند، اون آقا آخونده پاسخ میدهد آقای اقبالیان اینا وظیفه شونه که بجنگن، منم وظیفه اینه که درس بخونم. آقای منتظری گفته در آینده مجتهد میشم. جواد موگویی مستندساز با اشاره به این مطلب از نویسنده پرسجو میکند و نویسنده یعنی آقای اقبالیان میگوید این فرد احمد خاتمی بوده است. اینا یه همچین اساره های تقوایی هم که خامنه ای جمعشون کرده تو شورای نگهبان و همشون هم ادعای انقلابی بودن، جنگ در جبهه بودن، مبارزه داشتن، فلان داشتن، اینا همشون. تخصصشون رعایت رهبر. همین 6 تا دیگه اعضای 12 نفر شورای نگهبان رو رئیس قوه قضاییه عرض کردم، اسمشون رو میده به مجلس، مجلس بهشون مثلا رأی میده، اینا میشن 6 عضو شورای نگهبان، بهشون میگن اعضای پیشنهادی رئیس قوه قضاییه. عباس علی کدخدایی، سیامک رهبیک، فضل الله موسوی، محمد دهقان، محمد حسن صادقی مقدم، هادی تهان، نظیف. طبق اعلام وزارت کشور، من دیگه بخوام تک تک اینا رو معرفی کنم هم شما حوصله‌تون سر میره هم زمان برنامه تموم میشه، اون شش تا رو بماند برای زمان دیگه. طبق اعلام وزارت کشور 592 نفر برای رئیس جمهور شدن ثبت نام کردن و مدارکشون رو ارائه دادن تا شورای نگهبان درباره اونها تصمیم بگیره. یک روز قبل از شروع بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان، عباس علی کدخدایی سخنگوی این شورا اعلام کرد شورای نگهبان از میان 592 نفر نامزد تنها پرونده 40 داوطلب انتخابات را بررسی خواهد کرد، 552 نفر را نخواهد کرد،
عباس علی کدخدایی تأکید کرد این شورا بر اساس موارد و شرایط اعلامی خود صلاحیت نمایندگان را بررسی می کند. اشاره او به مصوبه جدید این شورا است که بر اساس آن چند شرط به قانون انتخابات ریاست جمهوری افزوده شده است. این قانون هم شورای نگهبان این چند شرط به اون قانون افزوده. ببینید شرط هایی که شورای نگهبان، این عکس های همون جلسه بررسی همون چلتاست که به قول کدخدایی مدارک کافی ارائه کردن برای بررسی صلاحیت. ببینید شرط هایی که شورای نگهبان به قانون انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرده چی هست؟ شورای نگهبان آمده مصوبه‌ای رو ابلاغ کرده به وزارت کشور درباره معیار تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری. شرط سنی گذاشته که کمتر از 40 ساله نباشن، بیشتر از 70 ساله نباشن، تو اعتراضات سال 88 نبوده باشن و غیر. چه نیازی بوده است؟ شورای نگهبان که در کار خودشو میکنه، همیشه کرده، چرا باید این مصوبه رو بده به شورا، به وزارت کشور و بعدم سر و صدا بشه و مثلا حقوق بازیایی که همیشه روحانی میکنه، روحانی بیاد بگه نه خیر وزارت کشور خودش بر اساس قانون اساسی عمل میکنه، بعد نه وزیر کشورش بیاد بگه که ما با شورای نگهبان هماهنگیم و فلان. این کارو برای چیه؟ دکتر نعمت احمدی حقوقدان به روزنامه مستقل در تهران میگوید شورای نگهبان اصلا نیازی به این مصوبه اخیر ندارد و همیشه کار خود را می کند. او در پاسخ به اینکه چه نیازی به اعلام شروط تازه بود میگوید بالاخره اینها هم اتاق فکرهایی دارند و اطلاعاتی را دریافت می کنند. جامعه و مردم ایران هم که قابل پیش بینی نیست. به نظر من اینها نگران بروز یک خیزش در جامعه بودند و برای همین این مصوبه را ابلاغ کردند. ببینید وقتی از مهندسی انتخابات صحبت میشه فقط این نیست که مثلا نشستن برنامه ریختن که چجوری یه نفر رو بالا ببریم، یه نفر رو بزنیم، صندوقای رأی رو جا به جا بکنیم، نمیدونم رأی ها رو جا به جا بکنیم، اینا جزئیات دم دستیه. مهندسی انتخابات برای نمونه همین است که همین دوره ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری 1400 داریم میبینیم. سابقه مهندسی این دوره انتخابات برمیگرده به 5 سال پیش، 24 مهر 95 حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند 1 اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی انتخابات را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است ابلاغ کردند. ردیف 5 از بند 10 این ابلاغیه وظیفه‌ای است که آقای امام خامنه‌ای مشخصاً بر عهده شورای نگهبان گذاشتند. چیه این؟ تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان. شورای نگهبان هم گذاشت بعد از 5 سال درست قبل از انتخابات ریاست جمهوری 1400 مصوبه ای صادر کرد تا همه چی جفت و جور بشه. 11 اردیبهشت 1400 مصوبه صادر. شورای نگهبان نامه زد به وزارت کشور با امضای احمد جنتی دبیر شورا که 3 بند این ابلاغیش مصوبهش بیشتر قابل توجه. بند 11 که میگوید وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال 88، یعنی اصلاح طلبایی که از موسوی و کروبی علناً براءت نجستن و 4 تا فوش بهشون ندادن و با ولی فقیه، ولی مطلقه فقیه بیعت دوباره و عملی نکردن، نمیتونن اصلا نامزد بشن و پشت در میمونن. یکی بند 11. بعد اومدن تو بند 7 یه شرط دیگر رو در واقع گذاشتن که حتی اگه نعوذ بالله رئیس جمهور بعدی یکی از این اصلاح طلبها رو بکنه، مشاور خودش نتونه بخواد این کارو بکنه، میگن هر کی میخوان مشاورتون بشه باید ما تایید کنیم. بند 7 معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها و توان مدیریتی. این رئیس جمهور دیگه مشاوراشو باید ما تایید بکنیم. توی همچین فضایی در نظر بگیرید که چرا مثلا مصطفی تاج‌زاده که میگه ولایت مطلقه رو قبول ندارم، یعنی قانون اساسی رو قبول نداره، چرا این میره اسم می‌نویسه تا صلاحیتش رد بشه؟ واقعا باور بکنیم که هدفش فقط داغ کردن تنور انتخابات نیست.
یک بند مهم دیگه‌ای که در این قانون مصوبه شورای نگهبان آمده رسمیت دادن به نظامی شدن رئیس جمهوره. از جمله کسانی که من این بند رو از جمله کسانی که می توانند رئیس جمهور شوند فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر هستند. نمیگه بازنشستگان نیروهای مسلح با درجه سرهنگی به بالا، مثلا سرلشکری به بالا، صریح میگه فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر. یعنی همین الان سردار سرلشکر حسین سلامی میتونه بیاد رئیس جمهور بشه، همین الان چه شبد که این بشه رئیس جمهور. اصلا لازم هم نیست دیگه فرمانده سپاه نباشه، هیچ قیدی نیامده. اگه خودش یه وقت تشخیص داد یا آقاش بهش دستور داد، اون وقت فرمانده سپاه میتونه استعفا بده، وگرنه میتونه همزمان فرمانده سپاه باشه و رئیس جمهور مملکت. سوال، آیا بنیانگذار این نظام مقدس بی خود میگفت و اصرار داشت که نظامیان در انتخابات نامزد نشن؟ همه دنیا که دنبال این هستند که ارتششون از امور سیاسی کنار باشد، اونا یه چیزی میفهمن که میگن اینا. ما که میخواییم که سپاه و ارتش جند الله باشند و دستبندی نداشته باشند و جهات سیاسی را کنار بگذارند، برای اینکه اگر جهات سیاسی و مناقشات سیاسی در سپاه رفت و در ارتش رفت، باید فاتحه این سپاه و ارتش رو ما بخوانیم. خب این حرف خمینی روشنه و اون ابلاغیه شورای نگهبان هم، مصوبه شورای نگهبان نمیدونم هرچی بهش میگه، اونم روشنه که میگه فرماندهان عالی نیروهای مسلح میتونن رئیس جمهور بشن. یعنی امام خامنه ای و شورای نگهبانش با این ابلاغیه نعوذ بالله تو دهن بنیانگذار جمهوری اسلامی میزنن؟ خب زدن دیگه. در خدمت آقای دکتر نعمت احمدی هستیم، حقوقدان در تهران. آقای دکتر خیلی خوشحالم در خدمتتونم و سپاسگزارم که در امشب صفحه آخر حضور دارید. ببینید این تعریف معیارها و شرایط لازم برای نامزدهای ریاست جمهوری در قوانین جمهوری اسلامی وظیفه شورای نگهبان یا وظیفه قانونگذار، یعنی وظیفه مجلس شورای اسلامی است. نیاز به قانونگذاری هست برای اینکه شرایط ریاست جمهوری تعیین و مشخص بشه یا نه؟ سلام خدمت شما و بینندگان. من تعجب میکنم، همینطور که در مصاحبه قبلی من گفتم، شورای نگهبان چه لزومی داشت بیاد چنین مصوبه ای داشته باشه که اصلا همچین جواز و اجازه ای نداره. اگر این سیاست های پلی رو هم نگاه کنیم، این اجازه داده نشده، چون در بند بندش ما یک نص داریم، یک روح داریم. در بند بند این گفته مطابق قوانین، مطابق قوانین. شورای نگهبان در دورهای گذشته 1500-600 نفر اسم می نوشتن در یک بازه زمانی 6-7 روزه که هرچند 5 روزه 5 روزه می تونه اضافه کنه، و پرونده 1600 نفر رسید که 7 نفر. هیچ موقع ما دو رقمی نداشتیم، یعنی 10 نفره نداشتیم تایید بشن. من نمیدونم شورای نگهبان چرا این دوره ای آمد. آنچه که در خفا انجام میداد آمد این رو علن بکنه و علن هم با این کیفیت انجام بده. و من تعجب میکنم، شاید اتاق فکری باشه، شاید همون غیر قابل پیش بینی بودن مردم ایران رو تشخیص دادن، فکر کردن یک دفعه ما از سال 76 تا الان در تمام انتخابات ها یک دوگانه مردم و حاکمیت رو داشتیم. یعنی سال 76 آقای خاتمی، در سال 84 آقای آیت الله هاشمی رو نماد حاکمیت دونستن، آقای احمدی نژاد، و سال 92 و 96 هم که خب مشخصا اون تقابل 92 به خاطر رد صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی مردم رفتن پشت آقای حسن روحانی، و سال 96 هم که اون تقابلی که بین آقای رئیسی و آقای روحانی به وجود آمد.
این سیاست های کلی مال سال 95 ما یک انتخاباتی رو گذروندیم، یعنی انتخابات 96 رو گذروندیم. فی الواقع من نمیدونم چه اصراری هم داره آقای کدخدایی هی اصرار کنه که ما در چارچوب قانون داریم عمل میکنیم. نه عزیز من، فی الواقع باید اینو یک نگاه جناحی یا یک ترس جناحی از نظر من دانست و الا خب مردم مسیرشون میرن. خب شما میدونید آقای تاج‌زاده چرا اسمش آقای تاج‌زاده باید اسم مینوشت؟ ما یه انتخابات قبل از نامنویسی داریم، یک انتخابات زمان نامنویسی. خب آقای تاج‌زاده میدونست رد صلاحیت میشه، با این فضایی که به دست آمد کلی حرفاشو زد. حضورتون عرض کنم نه، در همین سیاست های کلی هم شما اگر نگاه بکنید میبینید که بند بندش آمده میگه برابر قوانین. در اینجا هم کردان شورای نگهبان آمده مصوبه گذرونده که من اسم این مصوبه رو گذاشتم مزیقه، یعنی تضییقات وجود آورده و لزومی هم نداشته. تا به حال حداقل شورای نگهبان اسمش از شورای نگهبان قانون، خب شورای نگهبان رو خودش قانون اساسی رو نگهبانی بکنه. در قانون اساسی هم صراحتاً آمده است قانونگذاری، شأنیت قانونگذاری مال مجلس مثل همه دنیا. تعیین سیاست‌های کلی روح قانونگذاری است نه اصل قانونگذاری است. و شورای نگهبان به باور من در این دوره ببینید الان دو جلسه تشکیل دادن، امروز هم دیروز یعنی چهارشنبه جلسه ای داشتن که پنجمین روز تموم شد. آقای کدخدایی گفتن که ما امروز به نتیجه نرسیم، جلسه بعدیمون شنبه است. یعنی شما در این بازه زمانی 10 روزه میخوای کار بکنی، میخوای جلسات به صورت طبیعی یعنی هر 3 روز یه جلسه باشه، اونم همین 595 نفر رو حساب بکنیم. هر کدوم از اینا پروندهشون خب خودشون گفتن ما 40 نفر رو بیشتر بررسی نمیکنیم. من ماندم در این نحوست 13 دوره انتخابات به باور من از همکنون گریبان دوره 13 رو گرفته با این نوع رفتاری که شورای نگهبان داره و همه هم نسبت به این مسئله نقد دارن. های دکتر احمدی، آقای رئیس جمهور، های دکتر احمدی، بله خود آقای رئیس جمهور که من... رئیس قوه مجریه است دیدیم که گفت مصوبه رو من اجرا نمی‌کنم. حالا خیلی خوب، من هم دقیقاً همین رو پاسم ازتون بپرسم. با توضیحات که شما فرمودید یعنی مصوبه شورای نگهبان غیر قانونی است، صریح درست عرض می‌کنم اینو؟ بله از نظر من دقیقاً غیر قانونی، در غیر موازی. بنابراین آیا ولی خب ولی داره عمل میشه بهش؟ خب قبلا هم بدون اینکه این مصوبه رو داشته باشن در الان در خفا انجام میدادن. عرض کردم فراتر از اینه آقای دکتر، دو رقمی تایید صلاحیت ها نشد. نه فراتر از اینه، هم ببینید خودتون استظهار دارید که آقای به اسم هادی طهان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان میاد میگه نه فقط این مصوبه قانونی است، بلکه شورای نگهبان میتواند در هر مرحله نامزد تایید صلاحیت شده ای رو رد صلاحیت در هر مرحله حتی در جریان مناظره های انتخاباتی. من عیناً براتون میخونم، میگوید اگر در خلال مناظرات مشخص شود که فردی صلاحیت نداشته یا صلاحیت داشته اما الان اتفاقی پیش آمده که صلاحیت خود را از دست داده است، شورای نگهبان تا لحظات آخر هم میتواند صلاحیت را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد. یعنی حتی این باعث میشه که دیگه تو مناظره های تبلیغاتی و انتخاباتی هم اگر باشد دیگه به ترسن حرف بزنن، چون میاد براشون که دیگه صلاحیت ندارین. خب این ناشی از همون مسببه است که شورای نگهبان انجام داده است و ابلاغ کرده است. وقتی اینجوری عرض میکنم، وقتی در عمل نتیجهشو داریم میبینیم، پس خود انتخابات آیا قانونی میشه؟ ببینید من وقتی که آقای نظیف طهان نظیف اون صحبت کرد، من گفتم خب من تعجب میکنم شورای نگهبان یک دبیر داره آقای جنتی، یک سخنگوی داره آقای کدخدایی، چرا آقای نظیف داره این صحبت ها رو میکنه؟ شاید داره دماسنج جامعه رو به اصطلاح میسنجه، ببینه تا چه میزان میشه ظرفیت تحمل جامعه رو در نظر گرفت. ببین جناب فلاحتی، عمل کرده شورای نگهبان دیگه بر همه روشنه. خروجی شده که یک مجلس 11 تشکیل شده با اول نیرو و نگاه شورای نگهبان هم دیگه اینه. آقای جنتی میفرمان که ما اسمت میخوایم، یعنی نماز خون باشه.
کافیست از نظر ایشون اسمت رو هم گفت گناه نکنه، گناه نکنه. و آقای کت خدایی هم برگشتن گفتن که ما کم بوده، یعنی مردم هم اقبالی به انتخابات نداشته باشن هم چه خیلی مطلبی نیست. در واقع شورای نگهبان داره به باور من کاری میکنه که این دوره انتخابات اون جناح بندی یا اون قطب و اون غیر قابل پیش بینی مردم ایران شکل نگیره. یعنی در اون 7-8 نفری هم که تایید خواهد کرد، من فکر کنم 7-8 نفر تایید بکنن، چون اخبار متواتر این ور اونور شنیده چینش صندلی‌هایی که در رادیو تلویزیون بوده ظاهرا زیر عدد 10 نفر است. یعنی که به هر حال ما هم آدمایی داریم گفتار پخش میشه، همینطور اونها دارن خب. و شورای نگهبان دوست نداره انتخابات پرشور باشه، من بر این باورم. آقای دکتر احمدی عزیز، یک سوال دیگه عرض کنم خدمتتون. ببینید، شما مکرر در پاسخ به پرسش اول من فرمودید که اجازه داده نشده در ابلاغیه‌ای که، یعنی در دستوری که رهبری به شورای نگهبان داد در سال 95 برای تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی مذهبی فلان فلان، در اونجا رعایت قانون همه جا ذکر شده و به شورای نگهبان گفته نشده که غیر قانونی عمل کنید. من یه بار دیگه اجازه بدید بخونم اینو. اون دستور رهبر به رهبر جمهوری اسلامی به شورای نگهبان این است: تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان. آیا این صریح ازتون میپرسم، هر جور دلتون میخواد جواب بدید، آیا مشکل اصلی از ابلاغیه خود رهبر نیست؟ نگاه رهبر به شورای نگهبان و به کل انتخابات نیست؟ ببینید، من دارم یه بند رو نمیخونم، من عرض کردم کل این بندها رو بخونید، در بند اون بحث قانون پیش آمده است. حالا اگر شورای نگهبان داره تفسیرش اینه و بقیه نهادها هم سکوت کردن و تایید میکنن شورای نگهبان رو، اون بحث دیگه. من به عنوان یه حقوقدان دارم میگم که وقتی که ما یک کل داریم، یه جز داریم، یه روح داریم و یک شأنیت داریم، شأنیت قانونگذاری مال مجلس است. روح قانون، روح این اعلان سیاست‌های کلی هم داره همین مطلب رو میگه. ولی حالا شورای نگهبان تفسیرش اینه، خب شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی هم بر عهده‌شه. یعنی این دیگه خیلی عجیبه. شورای نگهبان حدود اختیارات خودش باید تعریف کنه. وقتی برای قانون اساسی حدود اختیارات خودش تعریف میکنه و نظارت استصوابی رو، نظارت رو توسعه میده، اینجا هم اومده از این بحثی که میشود از نظر حقوقی، میشود جناب فراتی عرض میکنم میشود با تکه بر مواد دیگه گونه دیگه تفسیر کرد. و ساعتها من بشینم با آقای کت خدایی بحث کنم با همین بندهای این، بگم آقای کت خدایی شما اشتباه از این برداشت میکنید، با تکه بر این برین. ولی خب الان ایشون وقتی که فعال مایشا هستن، من گفته‌های شما رو میپذیرم. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر نعمت احمدی که در خدمتتون بودیم در این یک ساعت بعد از نیمه شب تهران و مزرعه شما. من در سابه هستم. ممنونم. در سابه. سپاسگزارم ازتون. ببینید، خامنه ای شورای نگهبان مأمور میکنه همه آمادگی ها رو داشته باشن، حتی نظامیان رئیس جمهور بکنن اگر لازم باشه، اگر ببینن که اوضاع داره از دست میره. شک نیست که خامنه ای به شورای نگهبان بسیار بیش از همه نهادهای دیگر حکومت اعتماد داره، چون 6 تاشون خودش مستقیم گمارده و 6 تاشون رو به رئیس قوه قضاییه گفته بگمار. 12 نفرم بیشتر نیستن و کنترلشون بسیار آسانه. بنابراین کارهای اساسی مربوط به نهادهای انتخابی رو از طریق همین معتمدینش، یعنی شورای نگهبان، سازمان و سامان میده. اینجوریه که میبینیم یک طرف در واقع میخواستم بگم فضای انتخاباتی، نه، یک طرف در ایران این 12 نفرن، یک طرف 84 میلیون جمعیت کشور که بیش از 50 میلیون نفرشون طبق آمار رسمی وزارت کشور حق رأی دارن و سرنوشت خودشون رو میخوان تعیین کنن.
اصولا نهادهای انتخابی در حکومت مطلقه فقیه یه دردسر بزرگ همیشگی است. نظام مقدس رو تبدیل کرده به شتر گاو پلن. نمیشه که تابع فقه و حکم و فتوای فقیه باشی، اون وقت بخوای خودت سرنوشت خودت رو تعیین کنی. نمیشه که رئیس جمهور نماینده مردم باشه، در این نظام نماینده ولی فقیه باشه، او حکم باید بهش تنفیذ بکنه. و عرض کردم شورای نگهبان هم که پیشاپیش همه تمهیدات رو چیده. نمیشه این شطور گاف پلنگ. ولی فقیه نماینده امام قایبه، امام زمان. چند هزار بار این حرف از مصباح یزدی و احمد خاتمی و علم الهدا و صدیقی گریان تو نماز جمعه شنیدیم. خب در یه همچین بستر پر تناقضی برای حل این تناقض به نفع حکومت فقیه باید نهادهای انتخابی کنترل بشن تا در عمل بشن بر دست نهادهای انتصابی. انتخابات نمیدونم میتونم این نتیجه رو بگیرم، با همه گزارشی که دادم فکر کنم حق دارم این انتخاب نتیجه رو بگیرم که انتخابات به معنای عام کلمه در دنیایی که تکیه بر پارلمان، مجلس و جمهور مردم داره در ایران کشک مسلمه. به قول حالو بازم برین رأی بدین. بریم پرده آخر، بریم. حرز امام جواد علیه السلام که عزیزان میتونن به فهرست مفاتیح مراجعه بکنن، ما یادم از یکی دو سال قبل این حرز رو عرض کردیم، بسیار پیامک داشتیم که به برکت این حرز یا خواندن این حرز یا همراه داشتن این حرز بسیاری پیشامدهای خطرناک تا لب خطر رفتیم و حفظ شدیم. الحمدلله. یا نور و یا برهان یا مبین و یا منیر، یا رب اکفن الشرور و آفات دهور و اسألو کن نجاح یوم ینفخ فی الصور. اینو بخونن یا بنویسن همراهشون باشه. باشه یا تو ماشینشون همراهشون باشه، تو جیبشون باشه. من همیشه مقیدم تو جیبم باشه. مرحوم آیت الله بهادری میفهمیدن من جلو پیش روی چشمم یه کسی سنگ مثلا 3-4 کیلویی زد به سر یه نفر، دیدم بلند شد یه خدشم به سرش وارد نشد، تعجب کردم که من جلو چشمم دیدم، گفت من حرز امام جواد علیه السلام همراهم بوده. شب و روزگار خوش.